همین که درباره ثروت ثروت صحبت میشه، ناخودآگاه میریم به دنبال اون انشاهای تکراری که در دوران مدرسه داشتیم. علم بهتر است یا ثروت؟ تصور بر این هست که در اون زمان اکثر دانش آموزان علم رو بهتر میدانستن، چرا که توی انشاهاشون این گونه مینوشتیم که علم بهتر است، به خاطر اینکه این تنها جوابی بود که اون معلم انتظار داشت ما بدیم تا نمره هم بگیریم. اما هرچقدر بزرگتر شدیم به تجربه یافتیم که ثروت که به معنای درست یعنی دارایی، توانگری، امکانات زندگی، حال در چهر چارچوبی که میخواد باشه، نقدینه باشه، پول باشه، سهام باشه و یا به عنوان دارایی املاک و ماشینا، همه لازمه زندگی بشر، به همان اندازه‌ای که علم ضرورت داره و لازم هست، ثروت نیز در مسیر زندگیمون میتونه به ما سلامتی و آرامش و امنیت هم بده. شاعری با یک تقریبا طنز شاعرانه اینگونه میگه، میگه علم یا ثروت بهتر است؟ این سوال در هر زمان مطرح است. موضوع انشای من و تو هم بوده است. خب ببینیم پاسخها چه بوده است. یک معلم پاسخش این بوده است: درس معلومه که از ثروت بهتر است. پاسخ معلم دیگر این بوده است: خب معلوم است که ثروت بهتر هستش. چندی پیش یک مقاله کوچیکی از یک معلمی به عنوان اعتراض در یکی از روزنامه‌های ایران به چاپ رسید، نمیدونم دیدید یا نه، که معلم اعلام میکنه بعد از 20 چند سال معلمی و تعلیم دادن که علم بهتر هست، نهایتاً به این نتیجه رسیده که ثروت بهتر هست و پوزش میخواد از تمام دانش آموزاش و به اونها اعلام میکنه که تو این سالها بیهوده اعلام کردم علم بهتره، چرا که من هر روزه به دنبال پول میرم تا بتونم امور زندگیمو بگذرونم و مسلماً معلم خوبی برای شماها نخواهم بود، پس علم خوبی رو برای شما ندارم. پاسخ معلم دیگر این بوده است: خب معلوم است ثروت بهتر است. یک پدر در این چنین پاسخ داده است: برای مادر ثروت البته از علم بهتر است. پاسخ مادر ولی این بوده است: برای پدر هیچ کدام، خرج نکردن بهتر است. پاسخ هر چهار قشر آخر مبهم است. پاسخ فرزند به نظر شما چه بوده است؟ اندیشمندی اعلام میکنه: اگر ما همه یک جور فکر میکردیم، در واقع فکر نمیکردیم. مسلماً افکار هر کدوم ما به نوعی هست و نویسنده اعلام میکنه: وقتی مسئله پول پیش میاد، همه از یک کیش و آیین هستیم و به نوعی طالب هستیم. همین که درباره پول و ثروت صحبت میشه، مسلماً همه ما انگیزه های نسبت به نیازهای خودمون رو میبینیم. ثروت برای ایجاد یک زندگی خوب و هدفمند میتواند مفید باشه، به طوری که برای به دست آوردن آن حتما باید تلاش بشه. از آنجایی که در کتاب مقدس سلیمان رو به عنوان یک شخص حکیم معرفی میکنه و سلیمان همچنین یک شخص ثروتمندم هست، صلاح دیدم که از آنچه که به عنوان آثار سلیمان هست استفاده کنیم، از دانش و نیز از آنچه را که یافته، و تشویقتون میکنم لطفاً کتاب‌های سلیمان رو نیز بخونید: امثال، جامع، غزل‌ها. البته آثارش در کتاب مزامیر هم نیز یافت میشه که میتونه کمک به زندگی سالم ما بکنه. در کتاب جامع 10:18-19 سعی کردم بیشتر از کتاب شریف استفاده کنم، بهتر باز میکنه. اعلام میکنه: در اثر تنبلی سقف خانه چکه میکنه و فرو میریزد. اشاره به این میکنه که اگر
کاری نباشه، حتی نمیتونیم اون نیازهای ما که امنیت رو ایجاد میکند رو داشته باشیم. بر اثر تنبلی سخت به خانه چکه میکند و فرو میریزد. جشن خوشی میآورد و شراب سرمستی، اما بدون پول هیچ کدام را نمیتوان داشته باشیم. پس سلیمان روی تجربه و دانشش نیز به ثروت داره نیز مهر تایید میزنه. نویسنده ای باز اعلام میکنه پول نمیتواند خوشحالی را بخرد، اما تنگ دستی هم این توانایی را ندارد. نویسنده باز اشاره به ثروتی میکند که هدفمند هست، یعنی ثروتی که بتونه در مسیر سازندگی، خوشی، آرامش، امنیت و راهی به غیر از آن را برای دیگران با واژه تنبلی مورد توبیخ قرار میده. باز در امثال 11:16 میخونیم، اعلام میکنه مردمان تنبل هرگز پول نخواهند داشت، اما مردمان پرتلاش ثروتمند خواهند شد. و ثروت هدفمند در پی خوشی و آرامش، امنیت و امکانات و سلامتی رو نه تنها برای خود و خانواده میتونه داشته باشه، بلکه دیگران رو در این مسیر میتونه دستگیری کنه. پس تا به اینجا کلام خداوند مخالف هیچ نوع ثروتی که بتونه هدفمند باشه نیستش تا بتونه این شادی و این قوت رو بده. باز در امثال 11:24-25 میخونیم، اعلام میکنه برخی از مردم پول خود را سخاوتمندانه خرج میکنن، ولی دارایی آنها بیشتر میشود. برخی خیلی خسیس هستند و هر روز فقیرتر میشوند. سخاوتمند باش تا کامیاب شوی. پس میتونه ثروت من اونقدر مفید باشه که در مسیر درست قدم برداره. کسی که دیگران را سیراب میکند خودش هم نیز سیراب خواهد شد. هنری فورد نیز اعلام میکنه پول مثل دست یا پاست، یا از آن استفاده کن یا از دستش بده. پس وقتی پولی میاد مسلما انتظاری هم هستش که بتونه در یک مسیر خوب نیز از اون استفاده کنه. آیا مطابق آنچه را که سلیمان پادشاه و یا کلام خداوند شنیدیم میتوانیم نتیجه بگیریم پس ثروت از علم بهتر است؟ خیر، کلام خداوند هر دوی آنان را فقط در مسیر هدفمندی به ما پیشنهاد میکنه که میتونه مفید باشه. باز از کتاب امثال برایتون میخونم، اعلام میکنه 10:13-15 مردم فهمیده از روی شعور حرف میزنن، یعنی روی حکمتشون، روی علمی که یافتن، ولی مردم نادان باید تنبیه شوند، یعنی به نوعی توبیخ شوند. مردم حکیم همیشه به دنبال کسب علم و دانش هستند، اما سخنان مردمان نادان، یعنی مردمانی که بی هدف هستند، حتی برای کسب علم هدف درستی ندارند، موجب هلاکت است. اموال دولتمندان ایشان را محافظت می کند، اما تهی دستی یه فقیران سبب نابودی آنان خواهد شد. بنابراین به نوعی سلیمان داره میگه نه فقر و نه بی‌علمی، نه بیکاری و بی‌توجهی، و نه به دنبال این باشیم که در موقعیتی قرار بدیم که به هیچ وجه نگرش درستی روی علم نداشته باشیم. و در اصل کلام خداوند یک اعتدال بین علم و ثروت رو داره به ما تعلیم میده. باز نویسنده اعلام میکنه نه پول را خیلی عزیز بدانید و نه بی ارزش. پول خدمتگزار خوبی هست، ولی رئیس بسیار بدی میتونه باشه. و از طرفی کلام خداوند ما رو در توانایی اموال ثروت به نظم تشویق